سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه با شما خواهم بود با گزارش‌هایی درباره تصویب جزئیات توافق هسته‌ای در مجلس، اظهارات حسن روحانی درباره برداشته شدن تحریم‌ها و هشدار آیت الله خامنه‌ای درباره جنگ نرم علیه ایران به بحران سوریه می‌پردازیم و در پایان نیز بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با آخرین خبرهای این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. پس از ماه‌ها کشمکش جناح‌های سیاسی سرانجام جزئیات طرح اجرای توافق هسته‌ای موسوم به اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام در یکی از پرتنش‌ترین جلسات مجلس ایران تصویب شد. با تصویب این طرح مجلس به دولت اجازه داد که توافق جامعه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهانی را اجرایی کند. پس از کشمکش و درگیری میان موافقان و مخالفان، سرانجام طرح توافق هسته‌ای در مجلس تصویب شد. طرح اجرای توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی پیش از آنکه انبوه پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان مجلس ایران در آن اعمال شود، با 161 رأی موافق در روز سه‌شنبه 21 مهر ماه به تصویب رسید. 59 نماینده نیز به آن رأی مخالف و 13 نفر نیز رأی ممتنع دادند. در جریان کشمکش هایی که بر سر رأی گیری در مورد طرح اجرای برجام در مجلس پیش آمد، جواد جهانگیرزاده به عنوان نماینده موافق و مهرداد بصرپاش نماینده مخالف با یکدیگر درگیر شدند که تعدادی از نمایندگان آنها را جدا کردند. تصویب سریع طرح اجرای برجام در حالی اتفاق افتاد که اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته بودند بیش از 200 پیشنهاد اصلاحی در مورد این طرح دریافت کردند. مهدی کوچک زاده از نمایندگان مخالف دولت در مجلس ایران به خبرنگاران گفته است علی لاریجانی رئیس مجلس قبل از آغاز جلسه علنی به نمایندگان گفته است کشور تصمیم گرفته که امروز پیشنهادات در مورد طرح اجرای برجام مطرح نشود. به گزارش تصنیم، آقای کوچک زاده که از مخالفان توافق جامعه اتمی بود گفته است وقتی از آقای لاریجانی پرسیده شده که این تصمیم را چه کسی گرفته، او گفته همانی که خودت می‌دانی. به گفته آقای کوچکزاده، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم به نمایندگان گفته است که دیشب رئیس مجلس به اتفاق علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و اصغر حجازی از مسئولان عالی رتبه دفتر آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفتند که طرح اجرای برجام به سرعت بررسی و تصویب شود. آقای کوچکزاده گفته ما تنها می‌خواهیم بگوییم که طبق گفته آقای باهنر این موضوع تصمیم رهبری نیست که به مجلس ابلاغ شده، این تصمیم لاریجانی، شمخانی و حجازی است. حمید رسایی دیگر نماینده مخالف نیز به سمت هیئت رئیسه رفته و ظاهراً تلاش کرده که با فریاد اعتراض خود را به گوش دیگران برساند. در همین حال آقای رسایی و نادر قاضی پور نماینده ارومیه با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند و نمایندگان آنها را از هم جدا کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده تنش و اعتراض و اصرار گروهی از نمایندگان اصولگرا از اعضای جبهه پایداری موجب شده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحنه مجلس را ترک کند. در همین حال علی اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری به سمت عباس عراقچی و مجید تختروانچی دو عضو تیم مذاکره اتمی رفته و با فریاد با آنها سخن گفته. تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی نماینده تهران قصد دادن تذکر درباره تصمیم هیئت رئیسه مجلس برای مطرح نشدن پیشنهادها و اتفاقات روز سه‌شنبه مجلس را داشتند، اما علی لاریجانی اعلام کرده که برای این تذکرها در پایان جلسه علنی مجلس وقت در نظر گرفته خواهد شد. در همین حال حمید رسایی نماینده تهران در میانه مطرح شدن دستور کار دیگری در مجلس تذکر خود را مطرح کرد و خطاب به علی لاریجانی گفت شما صبح آیین‌نامه را زیر پا گذاشتید و تمام شد و رفت. خبرگزاری ایرنا میگوید تنها پیشنهادی که مطرح شده از سوی حسین صبحانی نیا ارائه شد که آن هم رأی نیاورد. پیش از این سخنگوی کمیسیون برجام گفته بود نمایندگان 200 پیشنهاد اصلاحی
طراحی درباره طرح 9 ماده‌ای برجام مطرح کردند. از جمله این پیشنهادها اختصاص 1% از دارایی‌های آزاد شده به صدا و سیما و نیروهای بسیج برای تهیه برنامه‌های تقویت کننده روحیه مردم و مروج توسعه اقتصادی عنوان شده است. کلیات طرح موسوم به اقدام متناسب ایران در اجرای برنامه جامع اقدام مشترک که کمیسیونی در مجلس آن را آماده کرده است 19 مهر ماه به تصویب رسیده بود. در همان روز گروهی از نمایندگان مجلس ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به مرگ تهدید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین اظهار نظر بعد از تصویب طرح اجرای توافق جامع هسته‌ای در مجلس گفت تا 2 ماه دیگر تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شود و شرایط جدیدی پیش روی ایران قرار می‌گیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قصد دولتش برای ارائه بسته اقتصادی جدید پس از اجرای شدن توافق هسته‌ای خبر داد و گفت در سال آینده وضع اقتصادی ایران به طور کلی تغییر خواهد کرد. حسن روحانی سه‌شنبه شب 21 مهر ماه در برنامه زنده تلویزیون ایران گفت که هدف اصلی دولتش از توافق هسته‌ای جلب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد داخلی بوده است. او گفت کشور نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی و مبارزه جدی با فساد است تا بتوان سرمایه‌های خارجی را جلب کرد. رئیس جمهوری ایران با اشاره به تصویب طرح اجرای برجام در جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت که پس از تایید آن در شورای نگهبان از هفته آینده که مهلت 90 روزه آغاز اجرای توافق هسته‌ای به پایان می‌رسد، این توافق باید به اجرا گذاشته شود و از روز اجرایی شدن تحریم‌ها لغو می‌شود، ولی 2 ماهی طول خواهد کشید تا تحریم‌ها عملاً برداشته شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز روز سه‌شنبه گفته بود که توافق وین تا اوایل دی ماه به طور کامل اجرایی خواهد شد. حسن روحانی در ادامه به طور عمده به عملکرد اقتصادی دولتش و برنامه آن برای 6 ماه آینده یا دوره پسا تحریم پرداخت. وی ابتدا به تأثیر تحریم‌ها و بسته شدن شبکه بانکی بین المللی بر روی ایران اشاره کرد و گفت که این کار باعث کاهش درآمدهای نفتی و رسیدن تورم در کشور به 40% شد. حسن روحانی در ادامه سخنانش در تلویزیون ایران کاهش تورم را عمدتاً به دلیل انضباط مالی و پولی دولت خود دانست. وی بار دیگر گفت که اقتصاد ایران در سال 93 از رکود خارج شد و آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار هم حاکی از خارج شدن از رکود بود و دولتش با کاهش تورم، رشد اقتصادی و ثبات بازار همه شاخصهای اقتصاد کلان را در سال 93 کنترل کرد. آقای روحانی افزود با کنترل این شاخصها ایران توانست به طرف مذاکرات هسته‌ای نشان دهد که قادر است اقتصاد خود را سامان دهد که این امر در مذاکرات به جمهوری اسلامی کمک کرد چون این پیام را داد که تحریم‌ها کارگر نیست و باید لغو شوند. رئیس جمهوری ایران بار دیگر بدون نام بردن از کشوری افت قیمت نفت را در چند سال گذشته در بازار جهانی عمدی و حساب شده دانست و گفت در تابستان 93 و اوایل 94 درست زمانی که ایران در ژنو تقریبا به توافق نهایی هسته‌ای می رسید ناگهان برای کاهش قیمت نفت برنامه ریزی شد تا بر مذاکرات هسته‌ای تأثیر بگذارند و همچنین بر روسیه فشار بیاورند و مذاکرات را 7 ماه تمدید کردند تا با فشار به ما از ایران امتیاز بگیرند که موفق نشدند. رئیس جمهوری ایران گفت اکنون با چشمانداز اقتصادی پس از تحریم ها می خواهیم در 6 ماهه دوم سال رشد اقتصادی داشته باشیم و پیام من به مردم این است که همه باید آماده جهش تولید و رشد اقتصادی باشند و به مردم می گویم که در سال آینده وضع اقتصادی به طور کلی تغییر خواهد کرد.
یک مقام آمریکایی گفته است آزمایش موشکی ایران احتمالاً نقض قطعنامه سازمان ملل است که فعالیت ایران در زمینه موشک‌های بالستیک را ممنوع کرده. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند موضوع آزمایش موشکی ایران را به شورای امنیت می‌برند. سخنگوی کاخ سفید گفته واشنگتن آماده همکاری با همپیمانان منطقه‌ای خود در مقابله با برنامه‌های موشکی ایران است. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه گفت آزمایش موشکی اخیر ایران نقض احتمالی قطعنامه سازمان ملل است و واشنگتن این موضوع را در سازمان ملل به بحث خواهد کشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت آزمایش موشکی ایران میتواند نقض قطعنامه 1929 سازمان ملل باشد که تصریح کرده است ایران نمیتواند در فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک درگیر شود. ایران همچنین بر اساس قطعنامه اخیراً تصویب شده شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور مجاز به انجام فعالیت‌های مربوط به آن دسته از موشک‌های بالستیک که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای دارند نیست. این قطعنامه هنوز لازم الاجرا نشده است. به محض اجرا ممنوعیت گفته شده تا سقف 8 سال اعمال خواهد شد. با این همه مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با اشاره به این قطعنامه شورای امنیت گفته بود قطعنامه 2231 موشک‌هایی را که برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند مد نظر دارد که موشک‌های بالستیک ایران اصولاً با این هدف طراحی نشده و بنابراین خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست‌های آن قرار دارند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز یکشنبه 19 مهر ماه به نقل از حسین دهقان وزیر دفاع ایران از آزمایش موفقیت آمیز موشک دوربرد عماد خبر داده بود. او طراحی، ساخت و آزمایش موفقیت آمیز موشک عماد را جهشی فناورانه و عملیاتی در حوزه راهبردی برشمرده و افسوده بود برای افزایش قدرت دفاعی و توان موشکی خود از هیچ کس اجازه نمی گیریم و برنامه‌های دفاعی خود را به ویژه در حوزه موشکی با قاطعیت دنبال می کنیم که موشک عماد یکی از مصادیق برجسته آن محسوب می شود. وزیر دفاع ایران اشاره‌ای به اینکه آزمایش این موشک کجا و در چه زمانی انجام شده نکرده بود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه به طور جداگانه درباره آزمایش موشکی ایران صحبت کرد. او در اظهارات خود تلاش کرد تا روشن کند کشورهای دیگر می‌توانند برای متوقف کردن ارسال تکنولوژی ساخت موشک‌های بالستیک به ایران اقدامات مؤثری انجام دهند. بر اساس قطعنامه هنوز به اجرا در نیامده 2231 سازمان ملل با اجرای مفاد توافق هسته‌ای کشورها تنها مورد به مورد و با تایید شورای امنیت سازمان ملل مجاز به صدور تکنولوژی موشکی به ایران خواهند بود. جاش ارنست گفت واشنگتن آماده است تا با همپیمانان منطقه‌ای خود برای مقابله با برنامه موشک بالستیک ایران همکاری کند. با این همه او نیز همانند سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد آزمایش موشکی ایران نقض توافق انجام شده بین ایران و 6 قدرت جهانی بر سر پرونده اتمی تهران نیست. البته آمریکا در طول مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای اصرار داشت تا موضوع موشک‌های دوربرد ایران در مذاکرات گنجانده شود. ایران همواره این موضوع را مربوط به صنایع دفاعی دانسته و اعلام کرده است درباره برنامه موشکی خود حاضر به هیچ مذاکره‌ای نیست. آمریکا و متحدانش در خاورمیانه میگویند موشک‌های دوربرد ایران توانایی حمله کلاهک‌های هسته‌ای را دارند. از همین رو خطری برای کشورهای منطقه به شمار می‌روند. یک فرمانده سپاه آمریکا را تهدید به عملیات انتحاری کرده. علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید برای اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد رعب در دشمن در جبهه جنوب برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده است و از آمادگی برای انجام عملیات انتحاری خبر داد.
علیرضا تنگسیری در گفتگوی مفصلی با خبرگزاری فارس از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرد که نیروی دریایی سپاه در تمام کناره‌های خلیج فارس خود را آماده هر درگیری احتمالی با نیروهای آمریکایی کرده است. جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه دوشنبه 20 مهر گفت ما الان به گونه ای عمل می کنیم که همه جا هستیم و هیچ جا نیستیم، یعنی در کل ساحل حضور داریم اما دشمن نمی داند که ما کجا هستیم. او افزوده نیروی دریایی سپاه با اعتقاد به اینکه دشمن توانمندی این را دارد که پایگاه‌های ثابت را بزند به این راهکار رسیده که باید تجهیزات خود را مخفی کند. جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید برای این منظور تونل‌هایی در سراسر ساحل جنوب ساخته شده که هم موشک‌ها هم سلاح‌هایی مثل راکت اندازهای متحرک و هم شناورها در آنها جا می‌شوند. آقای تنگسیری از استراتژی دست بلند صحبت کرده و گفته یکی از جنبه‌های مهم این استراتژی ضربه زدن به منافع آمریکا و متحدانش در نقاط مختلف جهان است که می‌تواند حتی به وسیله عملیات انتحاری انجام شود، عملیاتی که آن را شهادت طلبانه یا استشهادی نیز می‌خوانند. این فرمانده ارشد سپاه با تاکید بر اینکه اعتقاد ما این است که باید دفاع را مردمی و از توان نیروهای انسانی استفاده کنیم هشدار داد هستند کسانی که با مواد منفجره خود را به ناوهای آمریکایی بزنند. نیروی قدس سپاه، واحد برون مرزی سپاه که ظاهراً در استراتژی دست بلند نقشی محوری بر عهده دارد، از سوی آمریکا متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی و دست داشتن در شماری از عملیات انتحاری علیه منافع غرب و اسرائیل است. سپاه قدس در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق، لبنان و بحرین و برخی کشورهای آفریقایی حضور دارد. با آغاز ناآرامی‌ها در سوریه، نیروهای سپاه قدس با آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب از ایران و برخی کشورهای منطقه همراه با شبه نظامیان حزب الله لبنان علیه مخالفان حکومت بشار اسد وارد جنگ و درگیری شدند. جمهوری اسلامی حضور نیروهای خود در سوریه را مستشاری می‌خواند و درگیری مستقیم در عملیات نظامی را تکذیب می‌کند. با این همه تاکنون شمار زیادی از افراد اعزام شده از ایران از جمله تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه در درگیری‌های مسلحانه در سوریه کشته شده‌اند. حسین همدانی از فرماندهان ارشد و قدیمی سپاه که سالها برای سازماندهی نیرویی شبیه به بسیج در سوریه فعال بود، اخیراً در حومه شهر حلب کشته شد. آقای همدانی آبان ماه 87 زمانی که معاون بسیج بود در یک سخنرانی در همدان جمهوری اسلامی را تأمین کننده تسلیحات ارتش‌های آزادی بخش منطقه و عملیات انتحاری را یکی از شیوه‌های رزم نیروهای بسیج خوانده بود. این سخنان پس از جنجالی که در رسانه‌های بین‌المللی به پا کرد تکذیب شد، گرچه بعدها از سوی دیگر فرماندهان سپاه به صراحت یا به طور تلبیهی تایید شده است. اشاره جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه به تقسیم کار میان نهادهای مختلف و نیروهای دیگر و وجود افرادی که آماده انجام عملیات انتحاری علیه ناوهای آمریکایی هستند به گونه دیگر تایید کننده ی سخنان همدانی است. محمد علی صمدی سخنگوی ستاد مراسم اجتهادیون در آبان 84 به خبرگزاری از ثبت نام 50,000 نفر در سراسر ایران برای عملیات استشهادی خبر داد و اعلام کرد از این تعداد 1,000 نفر سازماندهی و یگان بندی شدند. کشورهای عربی جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه و تهدید کننده ی امنیت خود می‌دانند. برخی از سخنان جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌تواند این نگرانی‌ها را افزایش دهد. تنگسیری با اشاره به احتمال خروج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس گفته است در این صورت کشورهایی که تحت حمایت آمریکا هستند در بغل ما خواهند بود و به حساب آنها خواهیم رسید.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید علیه ما یک جنگ نرم بسیار حساب شده‌ای وجود دارد. هدف این جنگ به گفته او استحاله جمهوری اسلامی است. او گفته اصرار به عوض کردن اسم جمهوری اسلامی ندارند، با صورت کاری ندارند، سیرت را میخواهند تغییر دهند. رهبر ایران در هفته‌های اخیر بارها درباره آنچه خطر نفوذ دشمنان در ایران میخواند هشدار داده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته علیه ما یک جنگ نرم بسیار حساب شده ای وجود دارد. هدف این جنگ استحاله جمهوری اسلامی است. اصرار به عوض کردن اسم جمهوری اسلامی ندارند. با صورت کار ندارند. سیرت را می خواهند تغییر دهند. آیت الله خامنه ای 20 مهر در جمع مدیران سازمان صدا و سیما در تهران سخنرانی کرده. در این سخنرانی در توصیف جنگ نرم گفته این جنگ برخلاف جنگ سخت، آشکار، قابل فهم و ملموس نیست و حتی در برخی موارد طرف مقابل ضربه خود را میزند، اما جامعه هدف دچار خواب‌آلودگی و عدم احساس حمله است. رهبر ایران جنگ نرم را به مراتب بیشتر و نگران کننده تر در مقایسه با جنگ سخت توصیف کرده و گفته جنگ نرم فقط مخصوص ایران نیست، اما در موضوع ایران هدف اصلی از این جنگ نرم حساب شده استحاله جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت با حفظ صورت و ظاهر آن است. او گفته در مورد برنامه‌ریزی که در جنگ نرم برای مسئولان وجود دارد با آنان صحبت کرده و خواهم کرد، اما مخاطبان اصلی جنگ نرم مردم به ویژه نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان و عناصر فعال هستند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروزش درباره حکومت پهلوی هم اظهار نظر کرده و گفته مردم ما نسبت به رژیم فاسد و مستبد گذشته باورهایی دارند که در جنگ نرم تلاش بر این است تا این گذشته زشت و پلید و سیاه به گذشته ای درخشان و زیبا تغییر یابد. آنها می‌خواهند با تغییر باور به گذشته نتیجه بگیرند که لزومی به وقوع انقلاب اسلامی برای از بین بردن آن گذشته وجود نداشته است. آقای خامنه ای گفته است باید موقعیت کنونی ایران را با موقعیت آمریکا در حدود 40 سال پس از اعلامیه مهم استقلال آن کشور و موقعیت فرانسه پس از 4 دهه از انقلاب کبیر فرانسه مقایسه کرد تا شرایط امروز ایران و پیشرفت‌های چشمگیر کشور بهتر درک شود. رهبر ایران در هفته‌های اخیر بارها درباره آنچه خطر نفوذ دشمنان در ایران می‌خواند هشدار داده است. همزمان با اعلام تشکیل ائتلاف تازه‌ای در سوریه، وزارت دفاع آمریکا گفته است این کشور بیش از 45 تن مهمات در اختیار گروه‌های شورشی که با گروه‌های پیکارجوی اسلامگرا در شمال شرقی سوریه می‌جنگند قرار داده است. همزمان حملات هوایی روسیه به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه ادامه دارد. غرب و روسیه درباره بودن یا نبودن بشار اسد در قدرت در سوریه به شدت اختلاف نظر دارند. در حالی که کشورهای غربی خواستار کنارگیری اسد از قدرت هستند، روسیه میگوید هدف این کشور از عملیات نظامی در سوریه تثبیت دولت مشروع سوریه است. آمریکا اعلام کرده است که 10 تن مهمات و تجهیزات در اختیار شورشیان سوریه مخالف گروه داعش قرار داده است. سرهنگ پاتریک رایت، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز دوشنبه 20 مهر گفت ائتلاف به رهبری آمریکا این ادوات را در روز یکشنبه 19 مهر در شمال سوریه برای تجهیز نیروهای داخلی ضد داعش و در حال نبرد با آن گروه به شکل هوایی ارسال کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید تنها گروهی که توانسته علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی پیشروی ها و اقدامات موفقی انجام دهد و در این حال متحدی برای غرب نیز به شمار می رود گروه کرد یگانهای مدافع خلق است. این گروه کردی در شمال سوریه مستقر است و اخیراً با گروهی کوچک از شورشیان عرب سوری ائتلافی را تشکیل داده است. خبرگزاری رویترز از قول یک سخنگوی نیروهای عرب سوریه نقل کرده که واشنگتن به آنها
اطلاع داده است که سلاح‌های جدیدی را برای مقابله با گروه حکومت اسلامی دریافت خواهند کرد که قرار است برای حمله به شهر رقه مورد استفاده قرار گیرند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه پیشروی‌های تازه‌ای انجام داده‌اند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی حاکی است که حضور نظامی روسیه در سوریه اوضاع جنگ داخلی در این کشور را پیچیده‌تر کرده است. روز دوشنبه 20 مهر ماه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مسکو خواستند حملات و بمباران شورشیان مخالف اسد که افراطی نیستند را متوقف کند. در بیانیه‌ای که از سوی وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه صادر شده گفته شده است حملات اخیر روسیه به گروه‌های غیر از داعش و گروه‌های تروریستی دیگر که در فهرست سازمان ملل قرار دارند و نیز حمله به مخالفان میانه‌رو حکومت سوریه باعث نگرانی عمیق است و باید هرچه زودتر متوقف شود. اتحادیه اروپا تأکید کرده است که صلحی پایدار با حضور رهبر فعلی سوریه امکان پذیر نیست. وزیران 28 کشور لزوم رسیدن به یک راه حل سیاسی در سوریه را بار دیگر مطرح کردند. استفان دی میستورا نماینده ارشد سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز گفته است به مسکو می رود تا مقام‌های روسیه را به پیشبرد یک راه حل سیاسی تشویق کند. خبرگزاری‌های ایران نیز گزارش دادند که حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه همراه گروهی از مقام‌های این وزارتخانه برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا در مورد اوضاع سوریه روز 21 مهر ماه به بلژیک می‌رود. تازه ترین گزارش ها حاکی است که پیشروی های اخیر ارتش سوریه و نیروهای وابسته به دولت مرکزی سوریه در استان مرکزی حما ادامه داشته است. مرکز فرماندهی ارتش سوریه گفته آنها توانستند کنترل یک روستای دیگر را در حما به دست گیرند. ارتش سوریه میگوید در استان لازقیه نیز دست به پیشروی هایی زده است. لازقیه از مهمترین مراکز حضور نیروها و هواداران بشار اسد و در این حال از پایگاه های اصلی نیروهای روسی است. در تحولی دیگر روزنامه پیپل دیلی نشریه حزب کمونیست حاکم بر چین روز سه‌شنبه 21 مهر در مقاله‌ای ضمن بیان انتقاد غیرمستقیم از آنچه بازی جنگ سرد آمریکا و روسیه در زمین سوریه نامیده میگوید دوره چنین سیاستی به پایان رسیده است. به نوشته ارگان حزب حاکم چین، کشورهای جهان به ویژه کشورهای بزرگ که نفوذ بیشتری دارند باید به طور کامل لزوم رسیدن به راه حل سیاسی را که یک مسئله حیاتی و فوری است درک کنند. چین به طور عمده از مواضع روسیه برای نمونه در قبال سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می کند. اما مقاله روزنامه چینی در حالی منتشر شده است که از دو هفته پیش روسیه با آغاز حملاتی هوایی مستقیما وارد کارزار سوریه شده است. در این قسمت از برنامه سری می زنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه که مروری دارد بر تحولات این کشور و منطقه. مهمترین پرسش تا آخر هفته در ترکیه این بود که چه کسی و یا کسانی پشت این حادثه تروریستی آنکارا قرار گرفتن. در آغاز هفته دولت در نخستین واکنش از عناصر داعش نام برد. حزب کردی دموکراتیک خلق که فراخوان دهنده تجمع صلح در آنکارا بود، تعداد زیادی از هوادارانش در این حمله تروریستی کشته شدند. رهبران این حزب اما با لحن تندی گفتند که دستان دولت به خون کشته شدگان آغشته استش. جنگ لفظی بی سابقه میان مقامات دولت و رهبران حزب کردی دموکراتیک خلق در گرفت. در طول هفته اما اعتراضات پراکنده هم در شهرهای مختلف صورت گرفت. بسیاری از نهادهای مدنی خواستار استعفای وزرای دادگستری و کشور شدند. آقای داوودوغلو و اردوغان گفتند که کوتاهی در درون دستگاه‌های دولتی دیده میشه اما نیازی به استعفای وزرا نیست. با این حال وزیر کشور مقامات امنیتی شهر آنکارا را از کار برکنار کرد.
در پایان هفته اما اظهار نظر مقامات دولتی خبر از رویدادهای جدیدی میداد. آقای داوودوغلو این بار گفت که علاوه بر داعش، رد پای عناصر پیکاکا هم در این حمله تروریستی دیده میشه. این ادعا میتونه موضوع رو پیچیده تر از قبل هم بکنه. این خبر اگر صحت داشته باشه و به اثبات برسه، شرایط رو میتونه به نحوه چشمگیری در ترکیه تغییر بده. اما اگر دولت ترکیه نتونه برای آنچه که میگوید اسناد و دلایل قانع کننده ارائه بده، همچون حادثه تروریستی سروش، عوامل بمبگذاری آنکارا هم شناسایی و معرفی نشن، آنگاه افکار عمومی منتقد و در رأس آن حزب کردی HDP فرصت پیدا میکنه تا همانطور که صلاح الدین نمیرشاه رهبر این حزب بعد داده، در پای صندوق رای انتقام سختی از حزب عدالت و توسعه بگیره. تدارک یک نبرد بزرگ در سوریه با هماهنگی و همکاری مستقیم ایران، روسیه و ارتش بشار اسد، حضور مستقیم قاسم سلیمانی و تقویت نیروهای حزب الله لبنان در سوریه و افزایش تعداد بیشتری از نیروهای نظامی ایران در سوریه، همه نگاه ها رو در این هفته متوجه حلب و حمص کرده. اگرچه حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه میگوید ایران سرباز به سوریه نفرستاده، اما کشته شدن چند فرمانده بلندپایه سپاه در سوریه بیشک بر نقش محوری نظامی ایران در سوریه تاکید میکند. چه این ادعاها واقعی و یا غیر واقعی باشد، آنچه روشن است نبرد بزرگ، نبرد در حلب خواهد بود. نتیجه نبرد به نفع هر گروهی که باشد به شکل محسوسی مناسبات سیاسی نظامی در سوریه رو دچار تغییر خواهد کرد. در عراق هم ارتش این کشور تونسته این هفته موفقیت‌هایی به دست بیاره و پیشروی‌های محسوسی در الرمادی داشته باشه. این پیشروی‌ها با حمایت هوایی جنگنده‌های آمریکایی صورت گرفته. اهمیت این موضوع در آن است که اگر حلقه آزادسازی استان الانبار کامل بشه، تأثیر این شکست برای داعش تنها محدود به عراق نمیشه، بلکه به دلیل همجواری این استان با سوریه، تحرک داعش در این مناطق به شدت کند خواهد شد. اما تصویر هفته ادای احترامی است به قربانیان حادثه تروریستی آنکارا و همه کوشندگان صلح در سراسر جهان. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه می توانید مهمترین گزارش های هفته را از این برنامه دنبال کنید. با ما از طریق نشانی هایی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و ما را در جریان نظرها و نقدهای خود قرار دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما خواهم بود، شب و روز شما خوش.